پلاکت بشه گفتن زیر 30,000 شد پلاکت بگیر که 52,000 حالا امشب بیان ببینم خود میکنم چکار کنم هموگلوبین ده های ده هموگلوبین هم گفتن بالا 8 باشه اوکی فردا که سرویس دکتر نظری آماده چکار باشه مریضا که رعایت نمی کنن همراه ها رعایت نمی کنن اصلا گوش به حرفمون نمیدن میگیم فضا هرچی میگیم فضا بسته است آلوده است باز گوش نمی کنن تو این فضا میمونن بعضی ها حتی بدون ماسک میان داخل بخش کرونا هرچی هم میگیم که باز رعایتشون تقریبا خیلی شاید هم خسته شدن رعایت یه کمتر شده رعایت نمی کنن مشکلات دیگه هم که یکم مثلا تهویه الان اینجا یکم کم شده یکم هوا گرمه رو پوش میپوشیم اینا گرم هوا خب فشارهای روانی که هم از یه طرف فهمون فش بار کاری که وقتی میره بالا بدو بدو ها بیشتر میشه خستگی بیشتر میشه بار روانیش هم داره دیگه بعد میام از اون طرف هم باز همراه ها رعایت نمیکنه هرچی بهشون میگید بد باهات رفتار میکنه این خودش یه بار روانی بیشتریه شما فکرشو بکن مثلا ما به همراه مریض با ماسک بیا داخل اورژانس کرونا برمیگردیم میگه به تو چه رفته من میخوام کرونا بگیرم آدم واقعا باید به این بشر چی بگم همراه مریضا باید کمکمون کنن تا خود مریضا رو که دیگه توقع ازشون نمیره خب مریضن خودش مشخصه شرایطشون سخته ولی همراه اگه بیشتر درکمون کنن یکم بهتره مردم هم تو کوچه خیابون رعایت کنن یا الان ایام محرم هستش با فاصله عزاداری کنن الان خیلی رده سنی پایین اومده قبلا سن بالاتر بودن خب الان چون سنای بالا دارن واکسیناسیون میشن الان بیشتر تو سنای پایینه پایین منظورم 40 سال 50 سال بالاخره از نظر ما این سنین طبعا پایینی هستن و متاسفانه هیچ بیماری زمینه ای هم ندارن یعنی اینکه همین بیماری که من الان کنارشم یه خانم جوون 45 ساله است که متاسفانه هیچ بیماری زمینه ای هم نداره و الانم به دستگاه وصله خب بالاخره خسته میشیم دیگه ما الان یه مدت طولانی که داریم ماسک میزنیم با این لباسا با این شرایط بالاخره آدم خودش خیلی خسته کننده است خیلی خسته کننده است یعنی اینکه دیگه تمام انرژی که اینجا تموم میشه دیگه برای خونه دیگه انرژی نداری خیلی سخته دیگه ما هستن کسایی که میان یه ماسک میزنن دو ساعت میمونن میگن شما چجوری تحمل میکنید کمبود نیرو اینجا الان من با اینکه پی سی آر مثبتم سر در روز منو کشوندم بیمارستان حالا کمبود نیرو گفتن حالت بهتره با اینکه من حالم خیلی بده بچه خودم تب داره تو خونه است با این حال سه تا مریض رو باید کاور کنم تاکی کاردم خودم ولی با این شرایط باید بیام سر کار مریض رو که میبینیم خیلی ناراحت میشیم که فوت میکنم مثلا جوونا رو که میبینیم خیلی ناراحت شدم مثلا بارها من اینجا چشم اشک اومد مریض 20 ساله داشتن که تک فرزند خانواده بود خیلی رویم تاثیر گذاشت یعنی هر مریضی که میبینیم خیلی واقعا اذیت داری میشه دولت مردم سریعا واکسن کنه که اینجوری شرایط نباشه هر یه خانم رو یه مریضی که میمیره یه ایرانی که میمیره یه خانواده داره نابود میشه پلا 8 سالمه علائمم که تنگی نفس بودش و سرفه این سرفه بیشتر شد بیحالی دیگه نمیتونستم دیگه حرکت بکنم که دیگه بیمارستان و فلان و اینا انقدرم که بیمارستان واقعا شلوغه و جمعیت هم زیاد هستش بیمارستان بنده خدا نمیتونستن همه رو بستری کنن دو دفعه دارو گرفتم بعد دیدم نه بازم فایده ای نداره دیگه اومدم برای اسکن انجام دادم گفتن ریا درگیریش زیاده بعد الان 3 هفته است که کرونا دارم اما تقریبا 4 روزی میشه که بیمارستان بستری هست رعایت میکردم من همسرم بخاطر اینکه سر کار میرفتش خب بالاخره دیگه میگیره دیگه مجبوره بره سر کار نره چی کار کنه مجبوره که بره اول اون گرفتش یه 2 روز 3 روز بعدش سرفه های من شروع شدش
در حال حاضر ما الان 2 ساله که با این ویروس درگیریم و من تو این 2 سال تو اورژانس این بیمارستان مشغول به کار هستم. در این پیکی که الان ما توش هستیم واقعا قابل مقایسه با پیک قبلی نیست و سرعت انتقال این ویروس خیلی بیشتر شده و واقعا مریضای ما بدحالتر و میشه گفتش که اصلا تخت خالی نداریم و اگه قرار باشه اینجوری ادامه پیدا بکنه نمیدونم واقعا الان دیگه داریم به کجا میریم، چون این سری واقعا خیلی بدتره. اگه مردم بیان توی بیمارستان خودشون میبینن که چقدر حال مریضان نسبت به قبل بدتر شده، فقط اینکه مراقب خودشون باشن تو جایی که میتونن رعایت کنن و تو خونه بمونن. شرایطمون که خب مسلما خیلی الان تحت فشاریم، همه کادر درمان تحت فشارن، از پرستار، پزشک، خدمات، نگهبان ها، یعنی میتونم بگم الان همه تحت فشارن و میگم این پیکی که این سری ما الان باهاش داریم داخل این پیک که هستیم واقعا میتونم بگم شرایطش خیلی بده و همه تحت فشارن. الان از اول ماه، از اون موقعی که این پیک شروع شده، من یک لحظه ندیدم بچهای پرستار ما یک لحظه استراحت کنن، یک لحظه خواب ندارن. حتی ما به هیچ عنوان استراحت ندیم. تو رو خدا، به خدا دیگه خسته شدیم. یعنی این ماسکا رو، دوتا ماسک زدن خیلی اذیت میکنه آدمو، همین دم و بازدم خسته میکنه آدمو. تو رو خدا مراعات کنید. اول شیفت میایم مریض بدحال داریم، باید با خانواده های اونا سر و کله بزنیم. سر و کله که نه، بالاخره باید درکشون کنیم، عزیزشونه، داره زجر میکشه، اینجا رو باید خلوت کنم. بعد ما هم حتی امکان بهشون کمک میکنیم، ولی بالاخره روی ما تاثیر داره دیگه. ما خانواده داریم، رو با رویه خسته و داغون میریم خونه.